این واقعا هجاب مانع آزادی زن ها هست هرچند که شما در برنامه گذاشته بسیار مفصل توضیحاتی فرمودید من اشاره کردم در جلسات قبل که هیچ وقت ما بازی نخوریم با این زبانی که خیلی دلشنه مطرح میکنن که آه ای این زنای بیچاره برای چی داخل یک چادری میپیچن یا بله. کیسه میپیچن و نمیدونم چیکار میکنن اینا در حقیقت آزاد کردن سوء استفاده های جنسی مردان است از زنان یعنی اون طرف قضیه اینه هر چقدر زنان برهنه و اوریان بیرون بیاد به همون میزان مورد سوء استفاده مردان حرزه قرار میگیره گذشته از اینها ما پاسخ اصلی اینه در صورتی حجاب مخالف با آزادی و شرافت انسانی زن هست که ما زن رو محبوس بکنیم در خانه ولی در اسلام حبس وجود نداره به این معنا که ما زنان را به خاطری که الله حجاب بر زن واجب هست در خانه حبس کنید بله در طبق مثلا فرض کنید که یهودیان نظر یهودیان قدیم یهودی ها حجاب در یهود یا در ایرانیان باستان در ایران باستان یک همچون حجاب بسیار زیقی و سختی سختگیرانه وجود داشته که زنان رو مطلقا در خانه محبوس میکردن مخصوصا اونایی که زنان مثلا افسران و نمیدونم بزرگان اجتماع بود اونا مطلقا حق نداشتن در اجتماع قدم بگذاره ولی خب در اسلام اینجوری نیست شما برین از فقها بپرسید بگین اگر یک زن مسلمان از خانه خودش بیرون بیاد با رعایت پوشش و حجاب اسلامی این حرامه میگه نه اگر همین زن بره وارد یک مغازه شود که فروشندش زنه از او چیزی بخره میگه حرام نه اگر فروشنده مرد باشد و این زن تننازی نداشته باشد بعد حجاب نباشه از او خرید انجام بده اشکالی دارد میگه نه برین تمام کتاب های فقهی ما رو نگاه کنید آیا به صرف این که اسلام میگوید مرد و زن باید یک پوشش متناسب با اون اجتماع را داشته باشد و, و اون فضا را داشته باشد این مخالف با آزادی است اگر این مخالف با آزادی باشد تمام جهان این آزادی را زیر پا گذاشته چرا که در تمام جهان مرد و زن مقیدن بدون پوشش از خانه بیرون نیاد علاوه بر این اگر ما آزادی زن رو به این معنا ببینیم و شرافت زن رو به این معنا ببینیم که زن باید مطلقا در مسائل جنسی آزاد باشه خب این مخالف با حقوق دیگرانی که قبلا نرس کردیم برد. مخالف با حقوق اجتماعی و خانوادگی دیگرانه جدا از این که این میشه قانون جنگل که خودش خود به خود و طبیعتا محدودیت میاره به عبارت دیگر اگر ما بگیم همه آزادن میشه قانون جنگل دیگه یعنی هر کسی زورش بیشتر آزادیش بیشتر. بیشتر. و هر کسی زورش کمتر او آزادیش کمتر و مقیدتر یکی میشه خلاف همون چیزی که ما ازش فرار کردیم ما گفتیم که آقا شما یعنی اونی که اشکال کرده میگه که زن باید آزاد بشه خب میگیم مقصود شما از این آزادی چیه اگر منظور از این آزادی این است که زن در اجتماع بتواند حضور پیدا کند فعالیت های اجتماعی داشته باشد اسلام مخالف این نیست اگر منظور از این آزادی این است که مطلقا هر نوع پوششی داشت و یا اصلا اوریان بیرون آمد کسی بهش چیزی نگوید مرد و زن این حقوق را اگر شما برش قائل باشید این یک هرج و مرج اجتماعی به وجود میاره علاوه بر اون ارز کنم خدمتون که افتضاحاتی که لحاظ جنسی ممکنه ساحت جامعه را آلوده بکند خودش قابل التزام نیست برای هیچ جامعه نه تنها برای جامعه اسلامی بسیار تشکر سلام